آیت الله قزوینی و برتر شمردن علی رضی الله تعالی عنه بر سیدنا عیسی علیه السلام. آیا علی علیه السلامی که در آیه مباهله نفس پیغمبر و به منزله پیغمبر شمرده شده، پیغمبر از حضرت عیسی قطعا افضل از علی هم که به منزله پیغمبر هم از عیسی افضله؟ اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، الله تو را به فرزندی نوید می دهد که با نام مسیح عیسی ابن مریم شناخته می شود و در دنیا و آخرت دارای آبرو و احترام است و جزو مقربان، و با مردم در گهواره به عنوان معجزه و در میان سالی برای ابلاغ رسالت سخن می گوید و جزو بندگان نیک و شایسته است. مریم گفت پروردگارا، چگونه صاحب فرزندی می شوم حالان که هیچ انسانی با من آمیزش نکرده است؟ فرشته پاسخ داد این چنین الله هرچه بخواهد می آفریند و هرگاه اراده آفرینش چیزی را بکند می فرماید به وجود بیا، پس به وجود می آید. و به عیسی کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد و عیسی را به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل می فرستد تا بگوید من برایتان نشانه ای از سوی پروردگارتان آوردم، من برایتان از خاک چیزی شبیه پرنده می سازم و سپس در آن می دمم تا اینکه به اذن الله پرنده ای شود و به اذن الله کور مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و به اذن و حکم الله مردگان را زنده می کنم و می توانم به شما بگویم که در خانه هایتان چه می خورید و چه ذخیره می کنید. اگر به راستی ایمان داشته باشید در این معجزات نشانه واضحی برای شما وجود دارد و من تصدیق کننده توراتم که پیش از من نازل گشته و آمدم تا برخی از چیزهایی را که بر شما حرام شده برایتان حلال نمایم و برای شما نشانه ای از سوی پروردگارتان آوردم، پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید. همانا الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را عبادت کنید، این است راه راست. بینندگان گرامی،
همان گونه که مشاهده نمودید، الله متعال در این آیه و صدها آیت دیگر از انبیاء علیهم السلام سخن میگوید و نام بسیاری از آنها از جمله عیسی و موسی و ابراهیم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیگران را ذکر می نماید و آنها را بندگان مخلص خیش می نامد و دعوت و مبارزه و جان فشانی های آنان را ستوده و ما را به پیروی از آنها فرا می خواند، در حالی که حتی نام یکی از ائمه شیعه که الله از آنها خشنود باد در قرآن کریم ذکر نگردیده، چه رسد به بررسی دعوت و جهاد آن بزرگواران. پس بدانیم که فضل و منزلت آنها هرگز به پیامبران الهی نمی رسد.